آقایون خانما درود، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به قسمت جدید مورخ پارسی، پادشاهی کیومرس از سری ویدیوهای اساطیر ایرانی. امیدوارم خوشتون بیاد. اگه هنوز عضو این خانواده نشدید، دکمه قرمزه سابسکرایب و افشورده کن زنگولی بغلشون بزن، یه کامنت هم بذارید که حسابتون نپره. پر حرفی نمی کنم، بریم سراغ این قسمت. تو شاهنامه کیومرث به عنوان اولین پادشاه جهان معرفی شده، یعنی اولین نفری که تو دنیا اومد این سیستم پادشاهی رو پیاده کرد، یه کسی که حرف اول و آخر رو بزنه و حرفش قانون باشه. البته تو قسمت حقیقت اساطیر ایرانی گفتم که تو کتابی مثل بندهش مقام کیومرث بالاتر از اولین پادشاه عنوان شده و توش گفتن که اصلا نسل بشر از نطفه کیومرث گرفته شد. خلاصه که یه جشنی میگیرن و کیومرث رو معرفی میکنن تا همه بفهمن کد تن کیه. از قبیله ها و جاهای مختلف میان واسه کادو دادن و تبریک. در مورد سالش باید بگم واقعا معلوم نیست کلن کیومرث رو چه سال تولدش چه مدت زمان حکومتش اینا رو نمیشه دقیق چیزی گفت. تنها چیزی که میشه بگی اینه که از 3000 سال قبل میلاد عقبتر بوده، یعنی حداقل 5000 سالو داره. ولی حالا نسبت به مدت زمانی که حکومت کرده و فاصله بین تولدش و پادشاه شدنش چقدر پتانسیل داره که بره عقبتر، من مقدار مناسبی نتونستم بهش برسم. حتی خیلی از کتبم فقط جلوی کیومرث و این مواردش رو خالی گذاشتم. تو اولین اقداماش میاد سیستمای جدیدی تو نحوه شهرداری و کشورداری و نظامی پیاده میکنه. مثلا دستور میده که از حیوانای وحشی نر و ماده بیارن، اینا رو بندازن یه جا که بعد از کارهای انجام اداری ازشون توله بگیرن و از پوستشون لباس نظامی بسازن واسه سربازا. یه مدت میگذره و کیومرث پسری شنگول طلا به دنیا میاره به اسم سیامک که میشه ولیعهد و جانشین. همزمان با کیومرث یه جای دیگه بود تو دل کوهستان که مقر فرماندهی دیوها بود و اونا هم واسه خودشون یه حکومت مستقل داشت. دیوها دشمنای قسم خورده نژاد انسان ها بودن و دشمنیشون اصلا ناموسی بود و همیشه دنبال فرصت واسه ضربه زدن بودن. وقتی خبر میرسه بهشون که کیومرث یه پادشاهی رو انداخت و باعث پیشرفت انسان ها شده، این کینه قدیمی سرباز میکنه و این عمودی به خوش چهره به پسر خودش میگه که باید آماده بشی یه درسی بهشون بدی. پس از هر دو سمت دو عدد ولیعهد جوان شروع میکنن تمرین کردن و نیرو جمع کردن تا بعد از یه مدت عمودی دستور حمله رو به پسرش میده و میگه برو انسان رو از زمین محو. خبر که میرسه به کیومرث، سپاهش رو به فرماندهی پسرش سیامک میفرسته بیرون مرزش که اصلا اجازه ورود نده و بیرون کشور باشون بجنگن. دوتا ارتش میرسن به هم و دوتا پسرها یعنی سیامک و بچه دیو میان برای نبرد تن به تن. سیامک شروع میکنه رجز خوندن و که ای دیو نکبت، چنان شمشیر در گوشت فرو کنم که انگار همیشه در موز بوده ای و پا به زمین نگذاشتی. ولی بچه دیو گرزشو در میاره زارچ میزنه تو قاچ سر سیامک و اونو میکشه. میرن آدم ها از اونا فقط خاطره هاشون به جا میمونه. یه نکته بگم، تو یکی از قسمت ها در مورد ایده دوزی ها حرف زدم و گفتم این نبرد بین نژاد و گونه انسان و نیروهای اهریمنی و دیو و اینجور چیزا میشه گفت اولین بار تو شاهنامه اومده و امثال فیلم هایی مثل ارباب حلقه ها که دقیقا همین بیس رو دارن از همین تست ساخته شدن. شما دیده باشید نیروی اهریمنی که اورک ها هستن دوباره دارن قدرت میگیرن و یه خطر جدی میشن واسه انسان و آدم ها دارن تلاش میکنن که اونا رو عبه میبرن. این بیس اصلی فیلمه که دقیقا همین جنگ بین انسان و دیو شاهنامه است.
حالا اینو که گفتم یه سری ایراد گرفتن که ارباب حلقه ها از یه کتابی به نوشته آقای آر آرتاکین نوشته شده که یه نویسنده خیلی معروفم هست. خواستم جواب اینو بدم که خب بنده میدونم سناریوی فیلم از اون کتابه، ولی این آقای آر آر کتابشو کی نوشته؟ اصلا معاصر حساب میشه تقریبا سال 1978 مرده. خب یه 20 سال 30 40 سال قبلترش فوقش نوشته دیگه، خیلی زمان قدیم بر نمیگرده که ایده یه نوشتن داستانشو میتونه از جای دیگه گرفته باشه. خیلی طبیعی هم هست، اصلا اشکال نداره، بالاخره یه نویسنده و صاحب نظر باید هزار تا چیزو خونده باشه تا بتونه یه چیزو شکل بده. ولی حالا اگرم دزدیده باشن، صحبت سر زرنگتر بودن و بیخیالی خودمونه. این یه طرف قضیه، طرف دیگه‌ش هم این که من نگفتم 100% ایدهشو از شاهنامه گرفته، اصلا شاید روحش هم خبر نداشته باشه که شاهنامه ای هست. ولی اصل مطلب رو بگیرید دوستان دنبال زیر بغل بروسلی، ببینید ایده چقدر پتانسیل داشته که 6 تا 3 ساعت ازش سینمایی ساختن و چقدر تونستن به اقتصاد سینماشون کمک کنن. ایده‌ای که خیلی سالها قبلترش دست ما بوده، ما داشتیم و هنوزم داریم تو همین یه دونه کتاب شاهنامه، همین یکی، سراغ هیچی دیگه نریم. انقدر ایده هست واسه ساخت فیلم و بازی و این چیزا، ولی دیگه خودتون بهتر خبر دارید. حرف این بود بعد مرگ سیامک، کیومرث از شدت غم گوشه نشین میشه و میره واسه خودش کنج عزلت و اصلا کاری دیگه به پادشاهی نداره. تنها امیدی که تو دلش بود و باعث شد دق نکنه نوش بود به اسم هوشنگ، یعنی پسر همون سیامک مرحوم، که میخواست اونو آموزش بده و آمادش کنه واسه جانشینی. هوشنگ که از آب و گل در میاد، کیومرث صداش میکنه، میگن نمیدونم، کشور دست تو، از هر چی و هر جا و هر نوع و که خودت میدونی یه ارتش جمع کن و برو انتقام آقا تو بگیر که این دل صاب مرده آروم بگیره. هوشنگ هم همین کارو میکنه، با یه سپاه میره سمت دیوای بی‌تربیت و هم پیروز میشه و هم یه تعداد خیلی زیادی از اونا رو میکشه. بعد از اینکه انتقام سیامک گرفته میشه، پادشاهی میرسه به هوشنگ و از اینجا بعد داستان با حکومت هوشنگ جلو میره. من هم سعی میکنم همینجوری تیکه تیکه بگم که زیاد حوصله صبر نشه تو ذهن بمونه، ولی در حال حاضر یکی از چیزایی که تو شک دارم همین تایم ویدیو چقدر باشه، مثلا مثل سالامیس نیم ساعت باشه. فکر میکنم شاید بعضی ها مثلا دقیقه 20 به بعد و به زور نگاه کنن، یا اصلا این چیز ثابت شده از توانایی مغز واسه درک مطلب میاد پایین. چون همیشه گفتم به صرف این که فقط یه ویدیو بسازم و ویو بگیره و این چیزا نیست، دوست دارم محتواش یه سودی داشته باشه. برای همین میگم اگه مدت ویدیو کوتاه‌تر باشه بیشتر تو ذهن میمونه و طبیعتاً سرعتش هم میره بالاتر. از یه طرف دیگه هم خیلی بهم گفتید که کوتاه نباشه، تایم طولانی بساز. واقعا نمیدونم، الان موندم تو کامنت ها کمکم کنید، پیشنهادتون رو بگید. این قسمت رو با دو تا دلیل و دو تا هدف کوتاه درست کردم، که هم یه بخشی از سری ویدیوهامون که اساطیر ایرانی بود و کیومرث که مطالب در موردش زیاد نیست و یکم جلو برده باشیم، و همین که با هم حالا یه گپی زده باشیم و با هم مشورت کنیم و نظرتون رو حتما بگید که ویدیو طولانی باشه یا کوتاه باشه و تعداد بیشتر. اینجا نظرها رو میخونم، تو قسمت کامیونیتی هم یه دونه نظرسنجی میذاریم، حالا برآیند اینا یه تصمیم میگیریم. لایک و کامنت تو ساب و زنگوله فراموش نشه. مرسی که صدای بنده رو تحمل کردید، دیگه ارزی نیست.